بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان هممون شنیدیم دعیتم فیه الی ضیافت الله، ما به مهمانی خدا فراخونده شدیم، خدا دعوتمون کرده. فقط مال ماه رمضان نیست، ماه رمضان دعوت خصوصی خداست، اون تالار پذیرایی خاصشه. ما اساسا در اصل وجود، در تالار هستی، در اون سفره خلقت که نشستیم، به دعوت او آمدیم. خب چی تو ذهن خدا گذشته راجع به ما که ما رو دعوتمون کرده، دعوت نامه وجود برامون فرستاده، نه تنها لباس وجود بر قامت ما کرد که بهترین و فاخرترین لباس وجود که لباس انسانیت هست رو بر تن ما کرد. تعابیری در دعای افتتاح هست که اینجوری یا میشه ازش یاد کرد که حضرت به خدا عرض میکنه تتحبب الی و اتبغض منک، خدایا تو به من محبت ورزیدی، من نسبت به تو بغض کردم. تتودد الی فلا اقبل منک، تو محبت تو آشکار کردی، من از تو قبول نکردم، من برای تو ناز کردم. بعد میگه انقدر تو محبت کردی، من بی‌اعتنایی کردم، من نمک خوردم، نمکتون شکستم، باز تو کم نگذاشتی، باز تو لطف کردی، که انا لیت تطول علک، اصلا مثل که من سر تو منت دارم. خب وقتی این علاقه رو ما بفهمیم که خدا نسبت به ما داره، خب خیلی کار آسان تر میشه. هین مگو ما را بران شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. وقت هر کاری کرده باشیم، باز راه بازگشت بازه. شهریارا با خدا کن آشتی، گرچه جای آشتی نگذاشتی. به فضل و رحمت خدا همتون شاد باشید، از فضل و رحمت او هیچ کم نخواهد آمد. البته بندگی هرچه تقربش بیشتر باشه و بنده هرچه به خدا نزدیکتر بشه، ادبش، حرمت نگه داشتنش هم بیشتر خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید، تا بل باز شود این در گم شده بردید.